میبینیم که بر ضد منافع ایران تحریکاتی شعارهایی میشنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمید. ولی ما این شعارها رو شنید، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم که چطور میشود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده، ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد، حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. 80 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. این دو صف باید از هم مجزا. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. اول برنامه امشب من درود ویژه دارم به همه عزیزان در ارتباط با سخنان بسیار طلایی جناب داریوش همایونه. داریوش همایون با تمام اختلاف نظراتی که ما میتونیم باهاش داشته باشیم، چون داریوش همایون لیبرال بود، داریوش همایون دموکرات بود، داریوش همایون در عقایدش غرب زدگی قشنگ دیده میشد، اما همین داریوش همایون در سالهای آخر عمرش از همین مسیر لیبرالیسم و دموکراسی و غرب زدگی به این نقطه میرسه که ایران داره نابود میشه. یعنی برنامه چیدن که برای دوران پسا جمهوری اسلامی بخوان بیان ایران رو از بین ببرن و داریوش همایون شرف ملی داشت. حالا هر عقیده‌ای که داره و ما باش مخالف هستیم، اما شرف ملی داره داریوش همایون، و داریوش همایون در سالهای آخر عمرش صف خودشو از این اپوزیسیون جدا میکنه و عملا میگه که آقا جان اصلا دیگه موضوعیتی نداره براندازی جمهوری اسلامی. زمانی که قراره بعد از دوران جمهوری اسلامی ایران رو نابود کنن که اصلا براندازی دیگه معنی نداره و امروز باید ایران رو حفظ کرد. مصاحبهشون با آقای فرامرز فروزنده است، یک ساعت و نیم مصاحبهشون، ولی نزدیک به 15 دقیقه در حوزه فدرالیست، در حوزه بحث تجزیه طلبان صحبت های بسیار طلایی رو ایشون داره که با اجازهتون من این صحبت های طلایی رو میذارم که همه عزیزان گوش کنن و با همدیگه بریم جلو تا ببینیم که به کجا میرسیم. من به شدت با فدرالیسم مخالفم، برای اینکه فدرالیسم نواختن سرناست از دهان از سر گشادش. شما فدرالیسم عبارت است از اینکه واحدهای ماهیت‌های سیاسی پراکنده جدا از همین بیایند با هم جمع بشوند، اختیارات خودشون رو بخشش رو واگذار کنند به یه ماهیت مرکزی. خب من درودم باز بفرستم به جناب جهانی، به جناب بانو سهیلا، به دوستان عزیزی که تازه وارد شدن، محسن شیخی عزیز، جناب امید شادی، بانو سوزان. من این مصاحبه جناب همایونه برای دیشب برای نخستین بار دیدم و خیلی برام اصلا شوکه شدم که صحبتی که آقای همایون نزدیک به 13 سال پیش میکنن در این گفتگو دقیقا همون صحبت هاییست که من تو کتابم آوردم، همون صحبت هاییست که من کلن در برنامه رو دست خودم بهش رسیدم و وقتی که دیشب این صحبت ها رو شنیدم واقعا شوکه شدم. ببینید در مورد فدرالیسم چقدر ایشون قشنگ داره توضیح میده. به نام دولت فدرال و هر کدوم کار خودشون رو کنن. ایران باید اول تکه تکه بشود تا بعد به تمامت فدرال بشود. همون چیزی که همیشه میگم، فدرالیسم یعنی اجزای جدا از هم. کسایی که بحث فدرالیسم رو میکنن، اگر ما بخوایم در مورد بخشای جدا شده از ایران، بمانند الان عزیزان افغانستانی دارن برنامه منو در اینستاگرام نگاه میکنن یا یاران تاجیکستانی، اینها بخوام بپیوندن به ایران، اونجا فدرالیسم معنا پیدا میکنه، بخواد که بخشای جدا از هم رو دوباره میایم به هم میچسبونیم. اما ایران کنونی فدرالیسم به چه معناست که این روزها آقای مهدی فلاحتی یا خیلی از رسانه‌ها، یه جلسه‌ای که چند روز پیش آقای شهریار آهی در استکهلم برگزار کردن و بحث فدرال کردن ایران رو دارن مطرح میکنن، به چه معناست؟ یعنی بزنیم اول این ایران یک پارچه‌ای که الان کنونی، ایران کنونی منظورم، ایران مرکزی، این ایران رو از بین ببریم، بعد حالا بخوایم به هم بچسبونیمشون. مگه ما مرض داریم که یه گلدون رو خرد کنیم بعد با چسب بخوایم بچسبونیم؟ گلدونی که شکسته رو شما باید با چسب بچسبونی. بحرین و عراق و تاجیکستان و ترکمنستان و این کشورک جعلی آذربایجان، یعنی ایران،
اینها که جدا شده از ما، اینا رو شما باید بچسبونید، نه کردستان و لرستان و خوزستانی که الان یک پارچه هستیم، اینو بزنی بشکنی چسب بزنی مرض داری مگه؟ خب حالا در جریان تک تک شدن ایران از بین خواهد رفت. ممکنه بیشتر توضیح بدید؟ نفهمیدم. ببینید فدرالیسم از کشور واحد پدید نمی آید. کشوری که فدرال نبوده است فدرال نمی شود. خیلی اصلا واقعا این داریوش همایون نخبه ای بوده. ببینید کی داره این صحبت ها رو میکنه؟ 13 سال پیش، 13 سال پیش این سخنان رو داره میگه. ما که تازه الان 3-4 سال این مباحث رو مطرح کردیم چقدر فوش خوردیم، خیلی ها هنوز نفهمیدن. 13 سال پیش داره این بزرگ مرد با اختلاف نظراتی که باهاشون دارم ها، ولی ببینید چقدر شرف ملی داره، میگه کشور واحد اصلا معنی نداره. فدرالیسم کشور واحد، فدرالیسم معنی نداره، مگر آنکه این کشور اصلا از تکه های مختلف به هم چسبیده شده باشد، مثل عراق، مثل به ایران هم سوگن. من هیچ وقت این مصاحبه آقای داریوش همایون رو ندیدم که این سخنان رو همواره داشتم میگفتم، دیشب برای اولین بار دیدم. به ایران هم سوگن دارم میخورم که این مصاحبه رو مشخصا من هیچ وقت ندیده بودم. بلژیک، مثل حتی کانادا، کانادا با نیروی نظامی بعد قسمت فرانسوی به انگلیسی یکی شدن، ولی کشورهایی که اونا هم حتی در فدرال شدن دچار مشکل هستن. چه رسد به کشوری که هیچ وقت فدرال نبوده است، همیشه یک پارچه بوده است. شما نگاه بکنی ببینید 2500 سال معروف پیش، این 2500 سال هم دیگه شده خودش یه ماهیتی، هر چند سال باشه باشه تقویم شاهنشاهی هم که گرفتن و جشن ما این عدد داشتیم، ولی ما اینکه نبود 2500 مثل 3 بود، 2500 مثل آخونده که 72 هر در اون مقر حزب جمهوری اسلامی 72 کشش این هم یه هنچه ها. در حال اون 2500 سال معروف شما بینید که تمام استانهای ایران به نام ذکر شده، یه سند، یه چه سند محضری است به اصطلاح رو سنگ، تنها سند محضری دنیا است رو سنگ، و تمام اینا اسمش هست. پس از اون وقت اینا با هم بودن. حالا شما بخواید اینا رو فدرال کنید، یعنی که اینا رو اصلا جدا کنید اول دیگه، مثلا کردستان، دولت فدرال کردستان یا بلوچستان یا آذربایجان یا گیلان، اینا رو اصلا جدا شن، بعد دوباره بیان با هم مذاکره کنن که خب حالا چه کار بکنیم با هم. چه ضرورتی برای این جدایی؟ چه ضرورتی برای همین؟ من سوالم هم چه ضرورتی برای این جدایی هست؟ اگه سر شما بهتره برای اینکه بدونیم در کجا با هم داریم میریم، درباره مفهوم عدم تمرکز که مورد نظرتونه توضیح بدین تا بعد ببینیم که عدم تمرکز بحث دیگه است. فدرالیسم معنیش درست همونی که عرض کردم، یعنی واحدهای جدا از هم بیان با هم توافق کنن که با هم زندگی بکنن و یک واحد بزرگتری رو قسمت از اقتیادات و علیش خودشون بدن. عدم تمرکز یعنی حکومتی هست، حکومت متمرکزی هست، مثل ایران، مثل همه کشورها وقتی که قوی بودند، بعد به ضرورت اداره کشور، به ضرورت توسعه کشور و به ضرورت دموکراسی، هر سه میان میشنن اختیارات حکومت مرکزی رو مقدارش رو میدن به این واحدهای استانی، واحدهای کوچک. دقیقا این حرف درسته. این بحثی که حالا من با نام عدم متمرکز چیز نیستم زیاد موافق، حالا نامش موافق نیستم، ولی محتوایی که جناب همایون داره میگه همیشه در ایران به همین شکل اداره می شده، یعنی از زمان قاجار حتی بگیرید، حالا قاجار که دیگه عملا ایرانی وجود نداشته، یعنی ما در زمان قاجار به صورت تشریفاتی نام ایران و کشور ایران وجود داشته، به صورت عملی شوربختانه با توجه به اینکه هر کسی یک بخشی رو جدا کرده بوده عملا برای خودش خودمختاری را انداخته بوده، ما در زمان قاجار بر روی کاغذ ایران هستیم، در حقیقت حقیقت جاری مملکت چیزی به نام ایران نداریم شوربختانه، یعنی شیخ ازل واسه خودش یه کاری داره میکنه، سیمیتکو واسه خودش داره یه کاری میکنه، که یک برنامه خیلی خوب درست خواهم کرد که بدونید که حداقل نزدیک به 27 نقطه ایران خودمختاری داشتن و رضا شاه چه تلاشی میکنه که بتونه ایران یک پارچه کنه. اما این چیزی که جناب همایون میگه، حالا فارغ از اینکه با خود واژه من زیاد موافق نیستم، ولی الان هم هست در جمهوری اسلامی، الان جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی یک سری قوانین رو وضع میکنن، بعد بودجه رو میدن به
استان‌ها باز اونجا تقسیم میکنن این بودجه رو میدن به شهرستان‌ها و شهرستان‌ها باز بودجه رو تقسیم میکنن میدن به شهرها. الان هم همینه، یعنی این چیزی که جناب همایون میگه همین الان هم در جمهوری اسلامی داریم همینجوری، یعنی اینجوری نیستش که مثلا یک شهرستان یا حتی یک شهر زیر مستقیم، حتی استان، یک استان با اون بزرگی مستقیم زیر حکومت مرکزی باشه، علاوه همه مسائل مثلا که شهردارش کی باشه، چگونه خود استان اداره بشه، فقط سیاست‌های کلی رو دولت مرکزی در مجلس، حالا در زمان شاه پارلمان ملیمون، مجلس ملیمون میچیده، شورای ملی میچیده، این گونه نبوده هیچ وقت. الان هم همینه جناب همایون داره میگه، الان هم در جمهوری اسلامی این قضیه داره انجام میشه. بنابراین پیش کشیدن این گونه بحث از سوی تجزیه طلبان و رسانه های پارتی زبان چیزی نیست جز این که دوران پس از جمهوری اسلامی رو اینا میخوان ایرانستان تحویل ما بدن. شک نکنید تو این قضیه، تری تشکیل دهنده یک کشور برای اینکه اداره همه چیز از مرکز ناکارآمد است. تو اینجا با هم تفاوتی ندید، غیر دموکراتیک هم تا حدودی هست، نه لزوما، ولی اون دموکراتیک تر است که مردم ده کاراشون خودشون اداره کنن تا مثلا مرکز استان این کارو کنن یا تهران این کارو، بله، چون اون مسائل خودشون بهتر میفهمه. از این نظر ما با عدم تمرکز مشکلی نداریم، لازم میدونیم، به علاوه با حقوق فرهنگی هم مخالفتی نباید داشته باشیم. هر کس باید حق داشته باشه به هر زبانی میخواد بنویسه، بخونه، انتشار بده، نباید جلو این چیزا گرفت. دقیقا در جمهوری اسلامی هم جلو این چیزا گرفته نشده. یعنی الان عزیزان کرد ما در شهرهای کرد نشین ایران به زبان کردی با هم حرف میزنن، لباسای محلیشون رو میپوشن، اگه دلشون بخواد میپوشن، میان تو خیابونای کردستان، البته هرچند همین افراد وقتی که میان اروپا روشون نمیشه همون لباسا رو بپوشن، ولی در ایران این کارو میکنن. یعنی جمهوری اسلامی نه با لباسای محلی کسی تا به امروز کاری داشته، نه با زبانهای محلی کسی اومده کاری داشته باشه، به زبانهای محلی حتی روزنامه، حتی با بودجه دولت که این وظیفه دولت نیست، وظیفه حکومت نیست، با بودجه دولت و حکومت رسانه را انداختن، رسانه های محلی را انداختن. شما رسانه آذربایجانی که باز کنی به زبان آذری، البته زبان آذری که شوربختانه الان وجود خارجی زیاد نداره، به جز یه بخشای کوتاهی کوچیکی صحبت میکنن، به زبان ترکی صحبت میکنه در اون رسانه. در رسانه کردستان، رسانه استانی کردستان به زبان کردی حتی صحبت میکنن. یعنی هیچ وقت جمهوری اسلامی نیومد این مسائل رو دریغ بکنه، به خاطر که این حکومت جمهوری اسلامی اصلا به اینجور مسائل فکر نکرده. گفتمان این حکومت این نیست، گفتمان این حکومت بر پایه مذهب اسلامه، نه بر پایه بحثای قومیتی. برای همین از هر قومیتی در این حکومت یک پست و مقامی دارن. ولی کشور یک پارچه است، نمیشه تکی پارش کرد دوباره من بستش کرد. اگر که ببینید، شما بر مبنای یه تعریف اسمی دارید با واژه خودتون به نحوی دارید فدرالیسم رو توصیه میکنید، تعریف شناخته شده به عملی. اجازه بدید، شما نوع فدرالیسم موجود در ایالات متحده آمریکا رو فکر میکنید زمانی در ایران قابل عمل؟ چرا؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا مستعمره انگلیس بودن از قرن 16. 13 تا از این ایالات که هر کدوم اداره خودشون داشتن، هیچ ربطی هم نداشتن، هم وصل بودن به امپراتوری انگلیس، لندن. اینا این صحبت آقای همایونی میذارم عقب یه بار، چون میخوام دوست دارم این آقای دکتر شجاعی که تو رسانه رضا دیبا میشینه، دکترم هست دیگه، میشینه میگه فدرالیسم آمریکا مگر چه مشکلی داره، بیاییم ما فدرالیسم آمریکا رو بیاریم. گوش کن ببین استاد همایون اینجا چی بهت میگه. 13 تا از این ایالات از قرن 16 چه فدرالیسم موجود در ایالات متحده آمریکا رو فکر میکنید زمانی در ایران قابل عمل است؟ چرا؟ برای اینکه ایالات هرگز فدرالیسم آمریکا در ایران قابل اجرا نیست. گوش کن چرا حالا. متحده آمریکا مستعمره انگلیس بودن از قرن 16. 13 تا از این ایالات که هر کدوم اداره خودشون داشتن، هیچ ربطی هم نداشت، هم وصل بودن به آقای شهرام هماینم. خواهش میکنم صحبت های پسرعموی گرامیشون اینجا گوش کنن، چون آقای شهرام هماینم در بحث ما هستیم میان و میگن هر استانی میتونه پرچم خودشو داشته باشه. اینا
گوش کنن که اتفاقا آقای داریوش همایون پسر عموی گرامی ایشون در ادامه میگه ایران یک کشور، یک ملت، یک پرچم. آقای همایون عزیز، آقای شهرام همایون عزیزم، شما که میای توی مانیفست ما هستی مینویسی هر استان یه پرچم میتونه داشته باشه، سخنان پسر عموی گرامی خودتون رو با دقت گوش کنید. امپراتوری انگلیس لندن، پادشاه انگلیس هم پادشاه باشه. اینا گفتن ما میخوایم اولا مستقل بشه از انگلیس، مهمانی چای و فلان معروف. بعد گفتن چون انگلیس اینا حمله کرد، گفتن ما باید متفقه از خودمون دفاع کنیم، شروع کردن همکاری با هم. یه نفر تعیین کردن، گفتن این فرمانده کل نیروهای این 13 کشور، آی واشنگتن جنرال. بعد از پیروزی گفتن خب حالا ما باید حکومت تشکیل بدیم. 13 ایالت ناگزیر مستقل آمدن در کنار هم یک فدراسیون درست کرد، یک حکومت فدرال امریکا رو درست کرد، یک یونیون. می‌بینی قبلا یونیون نبود، قبلا پراکندگی بود، استقلال بود. حالا استقلال زیر حاکمیت انگلیس، نه حکومت صرفا، حاکمیت. ولی گفتن حالا ما یکی میشیم. برای یکی شدن واقعا این ترتیبات رو دادن، ترتیبات فدرال رو دادن. در ایران هیچ کدوم این شرایط نیست. هیچ از فرمید مثل اینکه سر واژه که بیستیم به هیچ جا نمیرسه. یعنی ایرانی که یک پارچه بوده اصلا نمیتونه فدرالیسم آمریکایی که از اول یه ملت نبودن، 13 ایالت بودن، همشون هم زیر استعمار انگلیس بودن، بعد خواستن از انگلیس جداشن، قیام کردن، قیام که بقیه میخواستن قیام کنن با همدیگه همکاری کردن، بعدش گفتن حالا بیایم با همدیگه یه کشور را بندازیم دیگه. ولی چون این 13 ایالت هر کدوم یک دنیای خاصی بودن، اومدن با چسب فدرالیسم چسبیدن. یعنی اصلا یه همچین چیزی در ایران نشدنی است، خیانته. نیستیم اصل واژه‌ست. نه برسیم به محتوا. گفت در آغاز کلمه بود، درسته بره. ولی اجازه بدید ببینیم که ما با هم در کجاها در توافقیم. امروز حکومت جمهوری اسلامی ساقط شده، من و شما به عنوان دو ایرانی نشستیم بر سر داری. شما این جز معدود فعالین سیاسی است که در این سن و سال میدانست چه داره میگوید، چون خیلی از فعالین سیاسی ما از یه سنی که رد میشن رسما دچار یک توهمات و چرنگویی سیاسی وحشتناکی میشن. داری شمایون با توجه به اینکه لیبرال بود، دموکرات بود، غرب زده بود، میدانست چه میگوید. این خیلی مسئله مهمیه. با توجه به اینکه علاج فیزیکی هم در این مصاحبه که سالهای آخر زندگیشونه به زور نشستن دارن مصاحبه رو انجام میدن، ولی میداند داره چه میگوید. خیلی انسان دقیقی بوده. اختیاراتی که مردم میتونن داشته باشن با هم بحث میکنیم. از دو نقطه ایران هم هست. آیا ما به این اعتقاد میرسیم که مردم مثلا استانهای مختلف حق دارن در یک انتخابات آزاد استاندار خودشون انتخاب کنند یا خیر؟ بله، پس در این اختلافی نداریم. خب الان در جمهوری اسلامی هم همینه دیگه. در جمهوری اسلامی استاندار که چی؟ در جمهوری اسلامی اگه بخوای علاوه دموکراسی نگاه کنیم که ما ضد دموکراسی هستیم، ولی جمهوری اسلامی از این نظر جزو یکی دموکرات ترین دوره‌های تاریخ ماست، به خاطر اینکه تمام حتی نماینده‌های شهرها همه رو خود مردم انتخاب می‌کنن. یعنی این قضیه الان در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. جریانات تجزیه طلبی که میگن آی ما باید انتخابات آزاد داشته باشیم، استاندارمون رو خودمون انتخاب کنیم، مگه در این 40 سال گذشته این کارو نمیکردید؟ اتفاقا من مدافع این قضیه نیستم در جمهوری اسلامی که مردم حالا استاندارشون اینا رو انتخاب کنن. من اعتقاد به شایسته سالاری دارم. اصلا من ذاتم ضد دموکراته. من بارها اینو گفتم، ما آزادیم برای همین دموکرات نیستیم. و این بحث منتها آقای همایون داره الان میگه، درست میگه از منظر و اون چارچوب دموکراسی خودشون، ولی ما در جمهوری اسلامی همواره تمام نمایندای مجلسمون با رأی مردم وارد مجلس شدن. و این کسانی که میان این چیزا رو میخوان بهانه کنن کشور رو از بین ببرن، مگه در این 40 سال غیر از این بوده؟ آیا مردم در یک استان حق دارند که مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان رو که جنبه توسعه ملی نداره خودشون تصمیم بگیرن یا خیر؟ آیا مردم حق دارن که این نمایندگان رو برای مجالس استانی خودشون بر اساس ساختاری، آیا مردم حق دارن که در سیستم قضایی خودشون که تابع سیستم قضایی کلی کشور هست
اگر عناصر منطقه‌ای باید به یه شکلی حضور داشته باشه، از اون بر اساس یک حرکت دموکراتیک شناخته شده، مثل همین نهادهایی که در امریکا وجود داره، نظر بدن یا خیر. دمش داری شما این گرم. میگه میتونن رأی بدن، مثلا مردم نماینده خودشونو بفرستن در مجلس برای شرینا. میگه اینا اوکیه داری شمایون. میگه میتونن بحث قضایی رو هر استان واسه خودش داشته باشه. داری شمایون فوراً که گوش میکنه میگه نه، مثل آمریکا نمیتونن. حالا گوش کن چرا. نه، قانون در اون کشور باید یکی باشد. قانون قضایی در سرتاسر جغرافی ایران باید یکی باشد. اینکه در استان کردستان یک سری قوانین قضایی وجود داشته باشه، در استان تهران یک سری، در استان خوزستان یک سری، اینا رو باید این پنبه رو از گوش ها بیرون بکنیم. همچنین چیزی در ایران ما اجازه نخواهیم داد که به وجود بیاید. قانون قضایی از شمالی ترین نقطه ایران تا جنوبی ترین نقطه، از شرقی ترین نقطه تا غربی ترین نقطه، باید یک قانون قضایی باشه. و این چیزایی که بخوایم به مانند آمریکا بگیر انجام بشه، نشدنی است و اجازه نمیدیم. مگه فکر کردی الان تو آمریکا بدین شکل خوبه؟ مجبور بودن به این شکل باشن. 13 ایالتی که داشتن با انگلیس مبارزه میکنن، به زور چسبیدن، آخرش هم آبشون با هم دیگه توی یه جوی نرفته و هزاران مشکل تا به امروز داشتن. و من بهتون قول خواهم داد، آمریکا به هر حال یک روزی از هم خواهد پاشید، چون سیستمی که داره سیستم مصنوعیه، چون هم ملت مصنوعیه، هم سیستم حکومتی سیستم مصنوعیه. حالا گوش کنید. نمیشد مثل آمریکا در یک ایالت انسان مرتکب جرمی بشه، اون رو ولش کنن در ایالت دیگه یا حبسش کنن. این نمیشه. امریکا چون اینجوری شروع شده نمیتونن کارش کنن. اجازه. خب پس این از موارد اختلاف. قانون باید یکی باشه. در مورد اجرای قانون بالا محلی. در مورد انتخاب به اصطلاح شخصیت‌های تصمیم‌گیر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خودمون در محل مشکل نداره. در سیستم قضایی که مورد نظر خودمون هست، آیا در این سیستم قضایی اعتقاد داریم که دادستان کل یک استان رو مردم باید بهش اعتماد داشته باشند یا خیر؟ بله، بس که قانون باید یکی باشه. قانون کشور، قانون جزا یکیست. نه، کشور. همه قوانین. یعنی قوانین یکیست. یعنی قانون مدنی یکیست. شما نمیتونید یه جای یه خونه رو با یه شرایط بخرید، در جای دیگه با شرایط دیگری بخرید. همه جا یکی باشه. یک قانون مدنی داریم که الان ما از دوره رضا شاه شما خیلی شده. وارد جزئیات میشی. جزئیات شما؟ نه من وارد جزئیات. نه من شروع، من در یه سطحی موندم. گفتم باید قانون یکی باشه. اینو توجه فرمایید. قانون کشور باید یکی باشه. اجرای قانون باید دست مردم و حلوش اشکال نداره. بله. پس مردم میتوانند استاندار خودشون انتخاب کنند. مردم میتوانند استاندار خودشون رو برکنار کنند. حالا اون دیگه بس با. اون مسئله نه نه الان نیست. نه میدونم مسئله شما نیست. ولی من میخوام ببینم محتوای این ماجرا تا چه حد با یه واژه فدرالیست که ما دوستش نداریم نزدیک میشه و تا چه حد با واژه عدم تمرکز. اون ربطی به این موضوع که میگیدن برای اینکه در سیستم‌های فدرال هم برکنار کردن مقامات اجرایی هر کدوم یک جور است. همه یه جور نیستن. این مطالبی که شما می‌فرمایید اینا دیگه باید در عمل بشینه قانون با مجلس مؤسسان تعیین کنه. من اصول رو اینجا مطرح می‌کنم. اصول این است که یک کشور است، یک ملت است، یک قانون است، یک زبان رسمی است. همه اسناد باید به یک زبان رسمی است. گوش کن. یک کشور است، یک ملت است، یک قانون است، یک زبان رسمی است. همه اسناد باید به یه زبان باشه که من بفهمم. ولی اختیارات حکومت مرکزی تقسیم می شود بین استان ها و به طور دموکراتیک هم تقسیم می شود. یعنی تعیین کنندهش حکومت مرکزی نیست، مردم. در جمهوری اسلامی دقیقا همین سیستم داره پیاده میشه. در جمهوری اسلامی دقیقا داره همین سیستم میشه. من موافق نیستم اما مخالفم نیستم. به هر حال تو بخشای محلی با من یعنی مخالفت 100% ندارم. در جمهوری اسلامی همین مکانیزم داره اجرا میشه. و آقای همایون خیلی قشنگ داره توضیح میده. جماعت خودشون انتخاب میکنن، این اختیار به اونها داده میشه. بله. حقوق فرهنگی محفوظ است. این اصولی است که ما میتونیم روش کار کنیم. یکی از نکات جزئیاتش رو الان واقعا معنی نداره. اجازه بدید. نه، برای اینکه ما وقتی که من نمیخوام وارد جزئیات بشم چون اصلا یه قیاس یه حرکت نادرست بی معنی است. درست میفرمایید. ولی یه نکته داره در اینجا. آقای علیرضا توی فیسبوک شیطنت نکنید، برنامه رو دقت کنید. چه موضوعی بی ربطه چرا کامنت میکنید؟ شما با واژه حق انتخاب مردم
در استانهای مختلف به عنوان عدم تمرکز مواجه میشید، ولی در مقابل عده دیگری این رو ناشی از فدرالیسم میدونن. خب برای اینکه اولا معنی فدرالیسم رو یا نمیدونن یا مخصوصا ندیده میگیرن، ثانیا پشت تمام این گرایش های فدرالیسم من یا یک دست خارجی میبینم یا یک منافع خارجی. به اون میرسیم آقای همایون. دیدید چتی که نفتران همایون گفت پشت سر تمام جریاناتی که صحبت از فدرالیسم میکنن یک دست خارجی وجود داره. حالا برید ببینید کدوم جریان ها صحبت فدرالیست ها به امروز کردن. جریانات تجزیه طلبی چون کومولو و دموکرات و اینا که اصلا شک نکنید، و خانوم مریم وجهبی و آقای رضا دیبا، اینا هم این صحبت ها رو کردن. بارها صحبت از فدرالیسم هم مطرح کردن، که البته الان رضا پهلوی دیگه خیلی حواسش جمع شد در دو سال گذشته که حملات سنگین ما رو چشید، دیگه خیلی حواسش جمع شده داره چی میگه. شما به این نکته اشاره میکنید که تمام اسناد در برای ما واژه گیتیگرا درست میکنه. الان کشور باید به یک زبان تهیه بشه. چرا؟ برای اینکه رسمیتش مورد تردید قرار نگیره. شما وقتی یه قانونی رو از مجلس میگذرونید، چرا نباید به دو زبان تهیه بشه؟ یکی زبان ملی، نه. یکی زبان منطقه‌ای. نه، به صد زبان میتونه تهیه بشه. رسمیت با یکیه. ببینید قانون اساسی مملکت یک زبان باید باشه، همه بفهمن، هر کی میتونه اینو ترجمه کنه به صد زبان دیگه. این چه قشنگ میگه داری شمایو، میگه به صورت رسمی قوانین باید به زبان پارسی باشه، یک زبان. حالا که این قوانین رو هر کی میتونه به صد تا زبان هم ترجمه کنه، به ما چه؟ ولی اون قانون، اون زبانی که به رسمیت هست توی مکاتبات بوروکراسی اداری، این باید یک زبان باشه، فقط زبان پارسی. یعنی کسانی که دنبال زبان مامانی و اینجور چیزا هستن، آی من باید زبان کردی و ترکی و اینا بیاره تو بوروکراسی اداری، این پنبه رو از گوششون در بکنن. تو بوروکراسی اداری کشورمون، چه میخواد جمهوری اسلامی باشه، چه میخواد شاه باشه، چه فردا میخواد یک حکومت دیگر باشه، اجازه نخواهیم داد که در بوروکراسی اداری زبان دیگری در کنار زبان پارسی بیاد قد علم کنه. فقط یک زبان، زبان پارسی. من اینو دارم میگم، بچه تهران نیستم، من گیلانیم، اینم بگم. مهم نیست. حتی زبان گیلک حق اینو نداره بیاد در کنار زبان پارسی. فقط یک زبان، اونم زبان پارسی است. تموم شد و رفت. قانون مثلا فرض کنید تجارت باید به یه زبان باشه، همه بفهمن. مجلس ایالتی آذربایجان آیا باید به زبان فارسی برگزار بشه یا میتونه زبان هر زبانی دلشون خواست؟ ولی مصوباتش چطور میشه؟ فارسی باید بری. یعنی در کنار ممکنه متن ترکیش تهیه کنن، ولی اون متن فارسی اعتبار داره که در همه کشور اجرا بشود. در جایی که مرتبط همه جا نه، در همه جا اعتبار داشته باشه. آذربایجانی میگه آقا این میگه اگر اصلا این گروه های سیاسی در آذربایجان تو مجلس اینا با هم نشستن به چه زبانی صحبت کنن؟ میگه هر زبانی که دوست دارن، آذری. ولی قوانین یا بیانیه‌ای که یا مصوبه‌ای که اونجا به تایید میرسن و مینویسن، میتونن به ترکی هم بنویسن، واسه خودشون بنویسن. اون چیزی که در کشور رسمیت داره باید پارسی باشه. یعنی شما بشین به زبان ترکی حرفت هم بزن، ولی اونجایی که میخوای قوانین رو تصویب کنی باید پارسی باشه. غیر پارسی باشه اصلا رسمیت نداره. یعنی این میزان آگاهی در این حوزه از داریوش و همایون شاهکاره. 13 سال پیش که همین الانش ما این مسئله مطرح میکنیم، ببخشید هیچکی تو باغ نیست، خیلی فقط یک اندک یارانی که در چارچوب بحث ایران شهری برنامه های ما رو دنبال میکنن و خودشون هم آگاه بودن و در کنار ما هستن، یک اقلیت ایران شهری هستیم که میان این مردم و اپوزیسیون و حکومتی که هیچ بویی از منافع ملی نبردن، ما یک جریان چهارمی هستیم میان مردم و حکومت و اپوزیسیون که از منافع ملی ایران داریم دفاع میکنیم. فقط ما اینو تو باقیم، ما بقیه که تو باق نیستن. داریوش همایون داره 13 سال پیش این مسئله رو مطرح میکنه. این سطح آگاهی فقط باید بگی آقا نابغه است دیگه، این همه آگاهی داره ایشون. این با سبب مدرس منه در فارس. ای کاش که دموکرات و لیبرال هم نبود دیگه، همه چیزشون کامل میشد. بدون شوخی بگم این صحبتایی که آقای همایون داره میگه، ما جریان تکامل یافته این صحبت ها هستیم، چون آقای داریوش همایون در بخش دموکراسی و لیبرالیسم لنگ میزنه دیگه. ما نمونه تکامل یافته این
پکیج صحبت ها هستیم و شوربختانه حزبی که از ایشون به یادگار مونده که منم براشون خیلی احترام قائلم، ارادت قائلم، به خاطر که خیلی از این عزیزانم اصلا به ما کمک کردن ما رسیدیم خارج، دست تک تک این عزیزانم میبوسیم، قلبا دوستشون داریم، ولی واقعا شرم‌آوره که این عزیزان امروز میراثدار آقای داریوش و همایونن و اصلا در زمینه هایی من باورتون نمیشه خیلی از این بچهای حزب مشروطه که من صحبت میکنم اصلا در باق نیستن بحث تجزیه طلبینا. این سخنان به این خوبی بابا بنیانگذارتون انقدر زیبا مسائل رو شکافته، شرم‌آور این سطح ناآگاهی در بین برخی از یاران حزب مشروطه. ولی در خود آذربایجان درسته که این نظرتون کاملا درست که باید به دو زبان، یکی زبان رسمی ملی و یکی زبان محلی در آذربایجان، چرا زبان محلی نمیتونه در مراجع استانی وقتی به صورت علمی مدارک تهیه شده باشه مورد استناد قرار؟ علمی و غیر علمی نداریم. نکته من این است که آنچه جنبه رسمی دارد و برای سراسر کشور است این باید به یه زبان بشه که همین فقط. آنچه سراسر محلی است خیلی خب به هر زبانی داره چون میخواد بشه. در فلان ده کت خدا میگه آقا باید فلان کاری کردیم، زبان ترکی یا کردی میگه بگه. ولی آخه مسائل اداره یک استان یک کشور خیلی خیلی پیچیدگی ها پیش میاره، هزار گرفتاری قضایی پیش میاره، قوه حقوقی پیش میاره. اینا رو باید روشن کرد و اینا رو باید ساده کرد. شما بلافاصله به نظر من اهمیت خیلی زیادی به آوازهایی که برای تجزیه ایران داده شده میدید. دستم در کنه. بله دستم در کنه، هیچ مبالغه نمی کنه. نه نه من اصلا اعتقاد ندارم. شما آقای فروزنده میگه شما خیلی بحث تجزیه طلبی رو دارید آقای همایون مطرح میکنه، میگه من اصلا مبالغه نمی کنم چون بس جدیست. حالا گوش کنید، مبالغه میکنید. در واقع در خود آمریکا از زمان کلینتون این توجه خیلی زیاد شد و بودجه هایی رو تایید کردن، تامین کردن و در اختیار. ولی بیاد دارم که شما زمانی اصولا معتقد بودید صحبت از تجزیه ایران در اثر این حرکت ها کردن بیشتر به یه شوخی شبیه، ولی امروز نگرانید. چرا؟ داریوش همایونی که در یک زمان اعتقاد داشت بحث تجزیه طلبی شوخی است ولی در اواخر عمرش قضیه رو جدی میگیره دیگه. حالا گوش کنید چرا. برای همین تحولاتی که پیش آمد من دیدم که یک کوشش منظم سازمان یافته و بسیار خوب تغذیه شده در جریان، برای اینکه مفاهیم عوض بشه، برای اینکه فدرالیسم یه معنی دیگه پیدا کنه، جا بیفته، قوم بره کنار، ملیت بعد ملت بیاد سر کار، دیدم یه گرایش خیلی خطرناکی در حال رشد. دو گرایش خطرناکی در حال رشد و سازمان یافته شده این گرایش داره رشد پیدا میکنه که داریوش همایون در اواخر عمرش نگران میکنه. خب دست خارجی رو از ترکیه و جمهوری باکو و حکومت های محلی در عراق و امریکایی ها و اسرائیل، متاسفانه چون من اسرائیل همیشه دوست ایران میدونستم. چون داریوش همایون اینو درست میگه، تو خیلی از مقالات هم از اسرائیل دفاع کرده، ولی وقتی دلت با ایران باشه حتی چند سالم مونده که زنده باشی میفهمی اسرائیل داره چی کار میکنه و خیلی از ملیگرهای ما فریب اسرائیل خوردن در طول زندگیشون، قضیه اسرائیل کامل نفهمیدن. ولی داریوش همایون نگاه کنید میگه ترکیه و این و اون و اسرائیل متاسفانه، یعنی انقدر شرف ملی داره با اینکه علاوه سیاسی فکر میکرده اسرائیل کارش درسته، ولی برمیگرده میگه اسرائیل هم متاسفانه، یعنی اسرائیل هم داره پول میده. اینا دیدم کار داره بالا میگیره. بعد هم این موضوعات مثل یک آتشه، به سرعت میتونه گسترش پیدا بکنه. الان زیر کنترله، ولی به محض اینکه اون کنترل ضعیف شد و اونجاییه که من حتی در استراتژی مبارزه با جمهوری اسلامی تجدید نظر کردم، عرض بکنم من الان به شدت نگران پیامدهای سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر تمامیت ایران هستم. آقا رئیس امنیت حکومت پادشاه داره اینو میگه. داریوش همایون هم مأمور جمهوری اسلامی بود، داره میگه که آتش هایی که دارن درست میکنه این آتش ها میتونه شعله ور بشه، فعلا زیر خاکستره و قابل کنترله، ولی یک لحظه میتونه شعله ور بشه این بحثای قومی. و من داریوش همایون خیلی حرف سنگینیه، در استراتژیم در مبارزه با جمهوری اسلامی تجزیه نظر کردم. آقا داریوش همایون از این بالاتر که ندنیم. آقا این حزب مشروطه که برخیاتون میگید امید دانا مأمور جمهوری اسلامیه، گوشاتونو باز کنید رهبر حزبتون چقدر زیبا داره میگه.
میگه دیگه برای من اولویت مبارزه با جمهوری اسلامی و چون ایشون دموکرات دیگه و استقرار دموکراسی نیست، حفظ ایرانه. خب چرا اینو میگه داریوش همایون؟ چرا داریوش همایونی که یک عمر با جمهوری اسلامی مبارزه میکنه در 5-6 سال آخر عمرش کلن مبارزه با جمهوری اسلامی رو میبوسه میذاره کنار و تمام فعالیتاش رو متمرکز میکنه، البته شوربختانه یک بخشش رو متمرکز میکنه برای جریان لیبرالیسم، ولی بخش گسترده رو خوشبختانه متمرکز میکنه بر سر مسئله تجزیه طلبی. داریوش همایون هم مأمور بود برای که هزاران دست منتظر که بیاد و اون وقت در اون شرایط بحرانی همه اتفاق ممکن است بیفتد. این است که بسیار نگران شدم من در طول 2-3 سال گذشته، همینطور نگران تر شدم. حالا این صحبت 13 سال پیش داریوش همایون که میگه تازه بودجه‌ای که تعیین کرده بودن برای این گروه های پان گوش دراز پان ترک با این پان کورد ها پان کورد نماها، اون موقع تازه این بودجه تعیین شد از سوی اسرائیل و آمریکا، که داریوش همایون میگه من در 2-3 سال آخر هی هر روز نگران تر شدم. ببینید منی که امروز اومدم از 4 سال پیش برنامه ها رو ساختم و بحث رو به خوشبختانه موفقیتی که ما داشتیم بحث رو تونستیم در جامعه بیاریم، امروز چه بودجه‌ای داره تعیین میشه که ما چقدر نگرانیم. و داریوش همایون میگه آقا من به خاطر اینکه ترسیدم که این جریانات اینقدر قدرتمندن جمهوری اسلامی برانداز بشه، من نگران دوران پس از جمهوری اسلامی ام. دقیقا نگرانی که امروز ما اونجا ببین، شما میهن پرست باشی، شرف ملی داشته باشی، وجدان ملی داشته باشی، میخوای مسلمون دو آتیشه باش بیافتی دنبال محمد و قرآن و حسن و حسین، میخوای مثل داریوش همایون باش که بیافتی دنبال مسئله لیبرالیسم و غرب زدگی و دموکراسی و از این حرفا، میخوای مثل این پسرک واقعا عقده‌ای که به ایران باستان توهین میکنه، علی علیزاده مصدقی عقب افتاده ضد ایرانی باشی، مثلا ضد تاریخ ایران باستان باشی؟ اگر شرف ملی یه ذره تای وجودت باشه میرسی به اینجا که همه ما امروز رسیدیم. جبهه بندی در برابر کسانی که موجودیت ایران رو میخوان حفظ کنن، موجودیت ایران رو میخوان حفظ کنن، تکرار میکنم موجودیت ایران رو میخوان حفظ کنن، با کسانی که دشمن این موجودیتن. دیگه اینجا مهم نیست شما ایدئولوژی چیه، اینجا دیگه من امید دانا در کنار اون آقای رائفی پور مسلمان دو آتیشه واقعا متوهم در چارچوب بحث محتویت که امروز نگران این موجودیته، تا داریوش همایون لیبرال دموکرات، تا علی علیزاده ضد تاریخ ایران باستان و هر کس دیگری که فکر موجودیت ایران میتونم وایسم، میرسی اینجا که امروز ما وایسادیم. به این میگن اندیشه ایران شهری کاملا. موجودیت ایرانی و موجودیت کل این کشورمون تمامیت ارضی والای هر بحثه، والای دین و مذهب و دعوای سیاسی و ایناست. بابا میخوان ایران از صفحه روزگار محو بشه. امروز بحث اینه، بحث به قول آقای احمدی، امیر احمدی، بحث سر این نیستش که دعوتشون کردم، بحث بین دموکراسی و دیکتاتوری نیست، بحث بر سر چه می‌دونم لیبرالیسم و دیکتاتوری، لیبرالیسم یا مثلا پادشاهی، جمهوری و پادشاهی، اینا اصلا نیست. بحث بر سر این است ایران میماند یا ایران از بین میرود. اصلا بحث جمهوری اسلامی بماند و برود نیست، بحث سر خود ایرانه. و اولویت من اصلا آمد این شد، حفظ ایران، دیگه هیچ چیز دیگه نیست. اولویت من الان دموکراسی نیست، سردگونی جمهوری اسلامی هم نیست، اول باید ایران حفظ بشه، بعد باید دموکراسی بشه، بعد باید البته برای دموکراسی جمهوری اسلامی سردگون شد. اولین نکته مهم برای من حفظ ایران. اینا رو 13-14 سال پیش داریوش همایون گفت. اگر زنده بود امروز در کنار من مهمان برنامه های من میشد ایشون، همان گونه خیلی هایی که نگران ایران بودن اومدن همین مواضع رو میگرفت داریوش همایون، و تندتر هم احتمالا میگرفت چون ایشون از همه ما جلوتر بوده. تو اون زمانی که ایشون داشته این صحبت ها رو میکرده که ما اصلا تو باغ نبودیم. اینا سنده کسانی که همین الان پس از این همه اتفاقات حمایت میکنن از زرتشتی شدن پانکورد ها، حمایت میکنن از لباس های محلی اینجوری و این بحث ها. بابا حداقل یه خود یاد بگیرید، گوش کنید. شما منو سردرگم میکنید.
چرا؟ برای اینقدر حرف آقای همایون سنگینه برای اون زمان به ویژه، که آقای فروزنده میگه من سردرگم شدم، در حالی که ایشون خیلی ساده داره توضیح میده، اصلا پیچیده هم حرف نمیزنه آقای همایون. که شما میفرمایید که حفظ ایران، اگر حفظ ایران در پرتو حکومت موجود در ایران باشه و بچه 50 سال دیگه نام ایران حفظ کرد به عنوان یک کشور، شما من ترجیح میدم ایران به عنوان کشور بماند با هر وضعی تا ایران از صفحه روزگار محو شود. اینجا باید برای ایشون دست دار، یعنی جمله رو تموم کرد دیگه. ما، یعنی ایشون که میگه من اینو ما میکنم، ما در جریان ایران شهری ترجیح میدهیم ایران بماند با هر وضعی، جمهوری اسلامی، وضعیت بدی اقتصادی، هر وضعی ایران بماند تا اینکه ایران از بین برود و از صفحه روزگار محو شود. بحث الان سر اینه. کسایی که میان به من میگن آقا الان مثلا بحث اقتصادیه، بحث فلانه، جمهوری اسلامی این کارا رو داره میکنه، اوضاع مدنیمون اینه، اینا رو من میفهمم. دغدغه من چیزی والای این حرفاست امروز. دغدغه من اونجایی بود که برنامه های رو دست تو 4 سال گذشته شروع کردم و با یک پیوستگی و ایمان خاصی به این کارم ادامه دادم، چون دیدم بحث موجودیت خود ایرانه و هیچ کی به فکرش نیست. رسانه‌های فارسی زبان یا دلغکایی مثلا این یارو کامبیز حسینی نا یا مثلا مسیح علی نژاد، اینا فقط بحثشون دغدغه های آزادی های مدنی است. برخی های دیگه هر کی دغدغه واسه خودش دعوایی داره. یه سری از این عقب افتادهای رضا طلب دغدغه‌شون اینه که آقا مثلا ما بیایم یه حکومت پادشاهی بیاریم. اصلا اینا بحث اینا نیست، بحث موجودیت ایرانه. و آقای همایون خیلی قشنگ میگه ترجیح میدهم ایران بماند با هر وضعی، حتی بدتر از جمهوری اسلامی، فقط ایران بماند. چون امروز بحث سر اینه، امروز هم نبوده بحث سر این، در 200 سال گذشته بحث سر اینه. و امروز که بودجه ها تعیین میکنن تا عقب افتاده های بی سوادی چون بنی تروف ها از طریق بی بی سی ها، از طریق صدای آمریکا ها تیریبون داشته باشن تا عفونت های مغزی خودشونو در جامعه شیوع بدهن، دارن بودجه های آنچنانی از طریق همین رسانه من و توها تعیین میکنن، اینترنشنال ها رو عربستان میاد پول میده تا اینها بحث های فدرالیسم و تجزیه طلبی رو با سرنگ های آلوده به بدن نحیف ایران تزریق بکنن. در این شرایط ما موضعمون مشخصه، اینکه جمهوری اسلامیه، بدتر از جمهوری اسلامی هم باشد کنارش بای میستیم تا ایران نابود نشه. موضع مشخصه با تمام دعوایی که داریم، با تمام اسلام ستیز بودنمون، با تمام زرتشتی بودنمون، با تمام وجود که میخوایم اصلا سر به تن ریخت هیچ کدوم از این کسانی که با جمهوری اسلامی هستن میخوایم نباشه. بس موجودیت ایران، آقا تو موجودیت ایران که نمیتونی فدای دعوات با یه مش بچه بسیجی و حزب اللهی و خامنه ای و وزارت اطلاعات سپاه بکنی که. بس موجودیت ایرانه. اینکه جمهوری اسلامی، گفتم بدتر از جمهوری اسلامی هم بود، من امروز وای میستادم کنارش تا ایران نابود نشه. تنها راه همینه. فقط الان باید فیزیکی ایران رو حفظ کنیم و تنها کسی که میتواند فیزیکی ایران رو حفظ بکند فقط و فقط جمهوری اسلامیه، چون یک حکومت منسجمیست به هر حال، یک سپاه منسجم داره، یک ارتش منسجم داره و فقط جمهوری اسلامی امروز میتواند کشور را از نظر فیزیکی حفظ کنه. دعواهای دیگه‌مونو با کار فرهنگی و نرم افزاری نه با حکومت درگیریامونو داریم تا به آزادی پوشش برسیم، تا آزادی‌های مدنی داده بشه، کنسرت آزاد بشه، مردم برن مشروبشون رو بخورن، بحث این بشه که حتی اگه کسی خواست به دین زرتشت بپیوندد آزاد بشه. این دعواهایی است که دیگه تو دهه‌های بعد، نه که امروز فردا، تو دهه‌های بعد با کار فرهنگی و سرکله زدن با این حکومت ما پیش خواهیم برد. ولی برای حفظ موجودیت و فیزیک خود ایران، تمامیت ایران، تنها کسی که میتونه این کشور رو حفظ کنه در حال حاضر جمهوری اسلامی است، چون مخالفینش رسما یک مش خائنه. اصلا به معنی بخشی به واژه خیانت معنای دوباره بخشیدن. شما وقتی که بخواید برید معنای خیانت رو پیدا کنید از فرهنگ لغت‌های مختلف، هیچ کدوم از اینا نمیتونه پوشش بده سطح خیانتی که امروز در اپوزیسیون ایران علیه حسی خود ایران داره اتفاق میفته. حالا
آیا این یه تحلیلی یک آدم ملی‌گراست یا یه تحلیلی یک آدمی است که به تحول دموکراسی در بخشی از من دموکراسی رو با این حرفا قاطی نمی‌کنم. برای اینکه تجزیه ایران به دموکراسی نخواهد انجام اینو شما بگم. تجزیه ایران رو نگاه بکنید ببینید روز شوروی تجزیه شد. ببینید کجاست دموکراسی؟ دموکراسی همیشه این کشور رو میفته دست مافیا. ایران میفته دست مافیاها. شما خیال می‌کنید مثلا حالا تیکه‌های مختلف ایران رفتن جلوش همه شدن وستمینستر. اونایی که حامی دموکراسی هستن، من که ضد دموکراسی هم، ولی آقای همایون که در اواخر عمرشون به ویژه شدیداً دموکرات و لیبرال بود، گوش کنن، اگر جمهوری اسلامی رو برانداز کنی کشور دموکراسی نمیشه، میافته دست مافیاها. اینو آقای همایونی که میگه دموکراته، اون بخش از دموکراتایی که برنامه منو گوش میکنن میگن جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم به دموکراسی برسیم، حرف آقای همایون رو گوش کنن. نه خیر، همه دست مافیا میافتادن، سرکردگان نظامی میافتن، دست راهزنان میافتن، هر کی میخواد هر چی میتونه برده بر. نه این کشور رو نگهداشت، ما 3000 سال نگهداشتیم، ولش نمیکن. میگن ما 3000 سال ایران رو نگه داشتیم و ولش نمی‌کنیم. ایران نظام میفتن، دست راهزنان میفتن، هر کی میخواد هر چی میتونه برده بر. نه این کشور رو نگه داشت، ما 3000 سال نگه داشتیم، ولش نمی‌کنیم. ما 3000 سال نگه داشتیم، ولش نمی‌کنیم. میخواد با جمهوری اسلامی باشه، میخواد با شاه باشه، میخواد با قجر باشه، میخواد با صفویه باشه، میخواد با هر کسی باشه، ایران ما نگه خواهیم داشت. آشغال هایی که به مانند بنی طرف، مصطفی هجری، عبدالله مهتدی، بی شرافت هایی که دارن بحث های قومی رو راه میندازن، بودجه میگیرن از عربستان، بدانن ایران ما حفظ خواهیم کرد. این که من هوادار پادشاهی اسلام ستیزش هم میام در برابرتون وای میستم، مطمئن باشید انقدر کار فرهنگی خواهیم کرد، انقدر برنامه میسازیم، بیشتر صفوف ایران با هر عقیده ای در برابر شما صف مبارزه رو تشکیل بدیم، جبهه رو داریم قوی میکنیم در این صف. از بچه حزب اللهیش بگی تا من اسلام ستیز سر این قضیه کنار هم وایستادیم، اجازه نمیدیم یک وجب از خاکو به خاطر اون خواسته های کثیف نفسانیتون شما بخواید ایران از بین ببرید. ایران راحت به دست نیومده که راحت از بین بره، بارها گفتم پاش برسه به سگ و گربتون رحم نخواهیم کرد، پاش برسه برای ایران خونها خواهیم ریخت، تو این شک نکنید. طبق قوانین بین المللی، طبق قوانین بین المللی صیاد شیرازی ها خواهیم شد، طبق قوانین بین المللی رزماراها خواهیم شد که اومد در آذربایجان شما دشمنان ایران از بین برد. شوخی نداریم تو این قضیه. به هر حال این صحبت های داریوش و همایون بود، من اجازه بدید که این بخش رو بیارم این طرف. بله، این صحبت های داریوش و همایون عزیز بود، صحبت های به شدت دقیق و این دقت در اون سن و سال از آقای داریوش و همایون بی نظیره. با تمام اختلاف نظرهایی که با آقای داریوش و همایون دارم، روانشون شاد. امشب براشون یک عشم وهو خواهم خوند و امیدوارم که روانشون همیشه آسوده باشه، که شرف ملیشو نفروخ میمرد. وقتی که فهمید چه اتفاقی داره میفته، برگشت تسلیم شد، گفت ببخشید الان دیگه براندازی جمهوری اسلامی معنا نداره. ما یاد باید بگیریم از هر کسی که حتی با همون مخالفه، حرف درست میزنه، باید ازش یاد بگیریم و حمایتش بکنیم. و این سخنان داریوش همایون رو من دیشب شنیدم برای اولین بار و لذت بردم که این بزرگمرد تنها کسیه که در اپوزیسیون دارم میبینم، به خصوص در 13 سال پیش، چنین مسائلی رو مطرح کرده باشه. اصلا در این اپوزیسیون عقب افتاده ما اکاش که 4 تا داریوش همایون داشتیم که این حرفا رو بزنن. یه داریوش همایون، خدایش هیچ کی دیگه رو ندیدم که 13 سال پیش از این حرفا زده باشه. اگر زده میام برنامه میسازم و ازش تقدیر میکنم. این صحبتای داریوش همایون نشون میده که پس آقا جان، این صحبتایی که ما میکنیم مأمور جمهوری اسلامی، این حرفایی که عقب افتادای اپوزیسیون میزنن نیستیم. ما دلسوزان حقیقی ایران شهریم و داریم به خاطرش هزینه هم میدیم. میبینید دیگه چه فحاشی ها، چه حملات، چه خطرات جانی برامون به وجود اومده، ولی در این راه محکم خواهیم ایستاد. من این بخش رو ببندم.